الان خیلی به هم ریختیم برنامه امروز. بله، خب با همین چیزی که داریم شروع میکنیم. سلام میکنم خدمت شما و همه دوستان عزیز، کسانی که حوصله کردن و منتظر موندن که این برنامه رو من شروع کنم، ازتون تشکر میکنم. من میخواستم قبل از که به سوال شما جواب بدم به دو تا مسئله که مسئله مهمی هستن به صورت تیتروار اشاره کنم. مسائلی هستن که در واقع فکر میکنم اهمیتی زیادی دارن. مسئله اول اینه که ما به صفت مخالفین این رژیم، به صفت هواداران یک مقاومت متشکل و سازمان یافته و مسئول، چه رویکردی باید داشته باشیم در قبال سیاست های خارجی، سیاست های بین المللی، اتفاقاتی که در صحنه سیاسی میفته رو چجوری ما بایستی چه کار باید بکنیم؟ گوش ندیم، زیر سیبیلی در کنیم، عکس عمل. یعنی ما انتظارمون از مقاومت ایران، از سازمان مجاهدین، از شورای ملی مقاومت در رابطه با تحولات سیاسی به معنای سیاست بین المللی چی باید باشه؟ به طور خلاصه و ساده میگم، فرض کنیم که ما شاهد این بودیم که مثلا عربستان سعودی، مقام اول عربستان سعودی اومد گفتش که اگر که ایران بمب اتمی بیاره، ایران یعنی رژیم آخوندی، ما هم بمب اتمی خواهیم داشت. خب این یه واقعه است. یا خیلی مسائل دیگه، مثلا میشنویم که چین اومده جزایر ایران رو خریده، یا روسیه یه جزیره دیگر رو خریده. انتظار ما از مقاومت چی باید باشه که مقاومت بیاد هر روز بشینه بگه که آهای چین، آهای پدر سوخته، تو چرا جزایر رو خریدی، من پدرتو در میارم. آهای روسیه، تو غلط کردی اومدی جزایر ما رو خریدی، من پدرتو در میارم. آهای عربستان سعودی، تو غلط کردی گفتی بمب، ما ایرانی، ما قوی هستیم، ما الیم، تو نفت ما رو بردی، تو جای ما هرچی نفت نفروختیم تو فروختی، اصلا بازار نفت تو خراب کردی. خب من فقط میخواستم بگم که آیا به طور واقعی یک مقاومتی که جدی هست در امر مقاومت، آیا یک حق داره که وارد این مسائل بشه؟ یک حق داره، و دو اینکه اگر که حق داره و وظیفش هست که وارد این مسائل بشه، در واقع این حق رو باید به چه صورت اعمال کنه؟ ابزارش برای گرفتن حق خودش یا برای اعلام کردن نظر خودش در صحنه سیاست بین المللی چیه؟ این خیلی مسئله مهمیه. ببینید دوستان، سیاست بین المللی یعنی اتفاقاتی که در صحنه سیاست بین المللی میفته، زد و بندهای بین کشورها، جابجایی خاکها، جابجایی مرزها. امروز نمیدونم آذربایجان میخواد بره توی ارمنستان، میخواد بره چیز، میخواد بره توی یه بخشی از آذربایجان ارمنیا رو بیرون کنه. مقاومتی که امروز نماینده مردم ایران هست چطور میتونه وارد مناقشات دیگر بشه؟ با چه اجازه و با چه حقی میتونه وارد این مناقشات بشه در حالی که ابزار تاثیرگذاری روش رو نداره؟ یک مقاومتی که تنها و اصلی ترین وظیفش اینه که دیکتاتوری رو در ایران ساقط بکنه، چطور میتونه و چرا باید در مقابل مثلا اینکه عربستان گفته ما میخوایم بمب بسازیم بیاد بگه نه خیر عربستان غلط کرد، با چه ابزار این کارو بکنه؟ آخه یک مقاومت جدی وقتی یه حرفی میزنه باید یه مابعضایی داشته باشه، این حرف بایستی در قد و قوارش باشه. امروز موضع گیری کردن در رابطه با مسائل بین المللی، در رابطه با تحولات بین المللی، کجا در قد و قواره یک مقاومته؟ کجا اصلا قبلا بوده که امروز باشه؟ چه ابزاری داره برای اینکه اعمال، یعنی خط خودش رو پیش ببره، حرف خودش رو پیش ببره؟ یه موقع هست یه موضوعی مستقیما به مقاومت مربوط میشه. مثال میزنم، یک موضوعی که سیاسی، مربوط به سیاست بین المللی، تحولات سیاسی بین المللی، ولی به مقاومت مربوط میشه.
مثلا دولت عراق میاد در مقابل آخوندها کوتاه میاد زانو میزنه، میره احزاب کرد ایرانی رو در منطقه اقلیم کردستان خل سلاح میکنه. خب یه مسئله سیاسی بین‌المللیه، یه دولت خارجی هم توش دخیله. ما میبینیم رهبر مقاومت میاد میگه که این کار محکوم میکنه، اولا محکوم میکنه، میگه کسی حق نداره به احزاب کردی به این صورت مداخله کنه تو کارشون، خلع سلاحشون کنه. بعد ایراد میگیره به دولت عراق که چرا این کارو میکنی، چرا در مقابل این رژیم کوتاه میایی. یعنی اینکه یه حرفی میزنه که قد و قوارش بیش از رو در روی مستقیم با رژیمه، ولی جوهر و مرکزش مقابله با رژیمه. چرا این حرفو میزنه؟ چون رژیمه که در منشأ این کاره، رژیمی که رفته عراق رو وادار کرده که بیاد هموطنان و یا احزاب کردی نیروهای سیاسی کرد رو خلع سلاح بکنه. چون رژیم پشتشه مقاومت باید موضع گیری بکنه، حتی اگر پر موضع گیریش به دولت عراق هم بگیره. این یه محوره، یه شاخصه برای فهم این که مقاومت ایران در رابطه با چه مسائلی مسئوله، باید موضع گیری بکنه و در رابطه چه مسائلی نباید موضع گیری کنه. اگر که فرض کنید که مثلا ما بعد، این یک طرف قضیه است. یه طرف دیگه قضیه هم اینه که بالاخره ما در جهان سیاسی پیچیده‌ای هستیم، جهانی که تحولات بسیار، فهم این پیچیدگی‌ها در توان هر کسی نیست. من نمیگم مقاومت نمیفهمه این پیچیدگی‌ها را، حتما که میفهمه، در 40 سال گذشته برای همین تونسته از توی فراز و نشیب ها و از توی بالا پایینی های این پیچیدگی سیاسی مقاومت ایران رو حفظ کنه، ساختار و تشکیلات مقاومت رو حفظ کنه. اگه نه که غربه رفته بود، له می شد مثل همه، به خصوص با این حرکت های، با این تهاجمات یا ضرباتی که بهش شد وقتی که مثلا فرانسه اونطوری وارد این دستگاه میشه که بخواد مقاومت ایران در سال 2003 نابود کنه، سرشو بزنه، یا کارهای دیگه که تو این سال شد. پس این پیچیدگی ها رو میفهمه، ولی کی گفته که باید هر کسی بیاد فهمش رو علنی و مثلا چیز کنه؟ کجا این اصلا کجا به نفع مقاومته که تو این نقطه بیاد هر چیزی رو که از سیاست بین المللی میاد ببینه بیاد بگه؟ یه موقع است من یه فعال سیاسی هم، همه ماها خب خبر میخونیم، ماشاءالله خبرم که خیلی زیاده، هممونم احساس میکنیم که تحلیل میکنیم، سیاست جهانی رو میفهمیم، حق داریم راجبش نظر بدیم، اصلا تصمیم میگیریم، آی فلان کشور غلط کرد، آی فلان بیسار کشور بی خود کرد، آی ما باید فلان میکنیم. خب باشه، ما یه فردیم، موضع‌گیریامون، حرف زدنمون از چهار تا دور بر خودمون اون طرف‌تر نمیره، مسئولیتی هم نداریم، برای دل خودمونم داریم تحلیل میکنیم، فکر میکنیم که سیاست جهانی رو میفهمیم، ممکنه هست بفهمیم یا بخش‌هایش رو بفهمیم، ولی خب فهم آنچه که در جهان میگذره که با خوندن اخبار روزنامه و فضای مجازی ممکن نیستش که. بخش عمده پیچیدگی‌های سیاسی هرگز وارد مدیا و فضای رسانه ها نمیشه، در پشت پرده دربارها و کاخها و نمیدونم کلوبای خصوصی سیاسی، هیچ وقت بیرون نمیاد اینا خیلی هاش. یعنی که اصلا در توان و در اشل یک فرد نیست که پیچیدگی های سیاسی جهان رو درست بفهمه و درست موضع‌گیری کنه. ولی خب حالا فرض کنیم ما دوست داریم به عنوان یک هابی این پیچیدگی ها رو بفهمیم، آدم باهوشی هم هستیم، باشه، موضع‌گیری ما فقط خودمون رو درگیر میکنه، ولی موضع‌گیری یک مقاومتی که تا گردنش در خون هست و تیغ روی گردنش هست که همینطوری نیستش که. یه حرفی که نباید گفته بشه، وقتی گفته بشه خب همه موجودیتش رو به خطر میندازه، بالاخره داره روی لب تیغ راه میره در 42 سال گذشته. فرض کنیم که من دانش خیلی زیادی راجع به پدیده‌ای به اسم گلوبالیسم و سرمایه‌داری جهانی دارم، باشه خیلی خوبه، حالا ما بیایم بگیم که خب پس چرا تو مقاومت ایران اصلا از این حرفا زده نمیشه، یا خب چرا باید زده بشه، اصلا چرا باید همه بدونن که این مقاومت در چه سطحی سیاست رو میفهمه، پیچیدگی‌هاش رو میفهمه؟ دلیلی نداره کسی دست خودش رو کنه. در حال جنگی یک شاخص داری، دشمن اصلی رژیمه. اگر این شاخص رو فراموش بکنی همش میری دشمنه دیگر رو میگردی.
من امروز بیام به عنوان مقاومت، مسئول این مقاومت، راجب عربستان، راجب چین، راجب روسیه، راجب ارمنستان، راجب این هی موضع بگیرم، خب یعنی که مسئول نیستم، جدی نیستم. مسئله من، کار من، وظیفه من موضع‌گیری علیه رژیمه. حواسم باشه ببینه این رژیم چی کار میکنه. میخوام با امپریالیست بجنگم، باشه. من جنگی رو با امپریالیست قبول دارم که از کانال رژیم بگذره. جدیترین جنگ با امپریالیسم جهانی از کانال جنگ با آخوندها و خامنه‌ای و پاسدارا میگذره. هیچ جنگ دیگه غیر از این جدی نیست. حرف بی محتوا، بی تأثیر، شهابیه. حابیه یه سری آدمی که با سیاست بازی میکنند. نبرد با امپریالیسم در خیابانهای تهران علیه بسیج و پاسدارها و آدمکشان وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران انجام میشه. برای من ایرانی نبرد با نمیدونم هر کشوری که اومده کشور منو نفتشو ببره، بازارشو بخوره، جزیره هاشو بدزده، نبرد با اونا قبل از هر چیز در نبرد با این رژیمه. اون اومده یکی دیروز میگه که ما خبرنگاره میگه تحریم کردن، تحریم ما بریم یقه آمریکا رو بچسبیم چون تحریم کرده. تحریم علت اصلیش رژیمه. اگه میخوای با تحریم بجنگی اول با رژیم بجنگ. علت اصلی تحریم رژیمه. ما چرا رفتیم برای پایان یافتن جنگ ایران و عراق؟ چون منفعت مردم ایران در خلاص کردن مردم از جنگ با عراق بود. چرا رفتیم در عراق با رژیم جنگیدیم؟ مخالفت با جنگ ایران و عراق از جنگیدن با خمینی عبور میکرد، نه از جنگیدن با صدام حسین یا با کویت یا با آمریکا یا هر کس دیگه. اگه کسی به طور جدی میخواست جنگ ایران عراق تموم شه، باید میرفت شاخ خمینی رو میشکست، تنور جنگ خمینی رو خاموش میکرد. هیچ جنگی و هیچ نبردی بجز نبرد با خمینی برای من ایرانی اصالت نداره. میخوام محیط زیست حفظ کنم، باشه، باید با خمینی بجنگم چون دشمن اصلی محیط زیست خمینیه. میخوام با امپریالیسم بجنگم، خیلی خوبه، قشنگه. اول باید ریشه خمینی در ایران بکنم تا بتونم یک حکومت سالم دموکراتیک در ایران مردمی سر کار بیارم که بعد بتونم با اون حکومت در مقابل دشمن خارجی هم بایستم. میخوام نمیدونم همه یه چیزای دیگه که میتونه موضوعات نبرد هر انسانی باشه. اساسا من معتقدم که نبرد با رژیم هیتش از ایرانی ها بسیار فراتر رفته. یعنی مسئولیت اول هر انسانی که میخواد برای خراب شدن محیط زیست، برای نابودی بی‌عدالتی، برای جلوگیری از همه خطراتی که جهان آینده رو تهدید میکنه به جنگ، باید با رژیم خمینی بجنگه. بسیاری از یاران این مقاومت، سیاستمداران درجه یک برجسته که سیاست پیرشون کرده، از این موضع هست که در کنار این مقاومتن. از موضع جنگشون برای آزادی، جنگشون برای مخالفت با بی‌عدالتی، جنگشون برای محیط زیست، جنگشون برای جهان بهتر، از موضع خودشون در کنار این مقاومتن. میگن خانم رجوی، ما به شما و مبارزه شما نیاز داریم برای اینکه بتونیم بر علیه بی‌عدالتی، علیه ظلم، علیه خراب شدن محیط زیست، علیه به هدر رفتن سرمایه‌های جهانی، علیه قدرت گرفتن سرمایه‌های نابود کننده بجنگیم. خطراتی که جهان رو تهدید میکنه. یعنی جبهه مبارزه مردم ایران بر علیه ارتجاع و خمینی و خامنه‌ای امروز یک جبهه‌ایه که همه جهانیان توش ذینفعن. سرنوشت، مسیر تکامل تاریخی ما مردم ایران و مقاومت مردم ایران رو در نقطه‌ای قرار داده که جنگ ما جنگ برای آینده بشریت، نه فقط جنگ برای ایران یا مقابله با چهار تا آخوند توی ایران. جنگ برای اینکه راه بشریت قفل نشه بیش از این که الان شده. 40 سال این رژیم به عنوان مانع اصلی در کل جهان به عنوان مانع داره عمل میکنه برای رشد خرخای منطقه، خیلی چیزای دیگه‌ای که اگه توش بریم میفهمین. آنچه که بر سر مردم عراق میاد، بر سر مردم سوریه میاد، بر سر مردم یمن میاد، بر سر مردم لبنان میاد، بر سر آفریقا میاد، بر سر خیلی از کشورهای دیگه میاد، علت اصلیش وجود خمینی و خامنه‌ای در ایرانه و لا غیر.
این یک صفبندیه که خارج از قدرت من و شماست. تکامل امروز صفبندیش از اینجا میگذره. صفبندی اصلی در مقابل همه این چیزا، اول از همه جنگ با خمینی. وقتی ما این جنگ رو فراموش میکنیم، یادمون میره که دشمن اصلی ارتجاع و خمینی در ایرانه، میریم میگیم آهان تقصیر عربستانه، عربستان رو پدر سوخته، نفت زیاد فروخته، ما نفت کف فروختیم، حالا میخواد بمب درست کنه، تقصیر عرب، بریم با عربستان بجنگیم. نه، تقصیر چیز آمریکاست، آمریکا دارو نفروخته با ما، بریم یقه آمریکا بگیم چرا به ما دارو ندادی. نه، تقصیر فلان روسیه است، روسیه فلان کرده، جنگلای ما رو اله کرده، نه بندر. همه اینا انحراف از جنگ با رژیم که جنگ اصلی ماست. جنگ این رو اگر فراموش کنیم، یقه همه رو میچسبیم، آخرش هم میریم تو اردوی خمینی، تو اردوی رژیم. بله، این یه بحث. بله امروز، بله، در این 40 سال، بله بله. و البته من یک پرانتزی باز بکنم، اونجایی که اشاره کردید که خب ما در صفت یک شخص با خوندن چند تا مقاله و نمیدونم دنبال کردن اخبار اینها نمیتونیم یک تحلیل کاملا جامع و درستی بدیم. میتونیم یک شناخت جزئی داشته باشیم، ولی نمیتونیم کامل بفهمیم که در دنیای سیاست در پشت صحنه چه میگذره. اما و این که بخوایم بگیم که به فرض بریم این کشور اون کشور رو مقصر بدونیم که چرا دارن کشور ما رو به غارت میبرن، که خب به درستی اشاره داشتید باید ریشه‌ای باید با خود رژیم آخوندی اشاره کرد تا همه مشکلات هم حل بشه، ولی آیا واقعا همه کسانی که میان این داستان رو پروموت میکنن که بریم یقه آمریکا رو بگیریم، عربستان رو بگیریم، آیا واقعا ناآگاهانه است یا واقعا یک جریانیه که میخواد یه در سرگرم بکنن و داستان رو به انحراف ببرن و اینطوری انرژی ها رو هرس ببرن، چون میدونن عملا راه به جایی نمیبره تا مگر اینکه ما واقعا با دشمن اصلی بریم رو در رو بشیم. ریشه این انحراف ها و انحراف انداختن ها خود رژیمه، اطلاعات سپاه، اطلاعات سپاه. ولی خیلی از هموطنان ما میهن پرستند، منافع ملی ایران براشون مهمه و در این دام میفتند و این تقصیر کسی نیست. پیچیده است مسائل سیاسی ایران. خیلی از هموطنان ما در دام رژیم میفتند برای اینکه به محیط زیست علاقه دارن، حاضرن بلندشن برن جنگلا رو خاموش کنن، در این راه کشته بشن، ولی حاضر نیستن با پاسداری که جنگل آتش میزنه بجنگن. و این مسئله جنگ با رژیم و پیچیدگی های جنگ با رژیم در همینه. حاضرن خودشون از بالای پل بندازن پایین بکشن، ولی حاضر نیستن برن تو خیابون پاسدار رو بزنن، حذفش کنن، خونساش کنن و اونجوری کشته بشن. اینه مسئله پیچیدگی با این جنگ با این رژیم. اجازه بدید یه نکته دیگرم من مطرح کنم که باز به صورت چیز در واقع محوری ازش میگذرم. ما پدیده‌ای داریم به اسم قطب‌بندی در همه جوامع، در همه مراحل قطب‌بندی داریم. قطب‌بندی سیاسی به طور مشخص جاییه که نون آب سیاست توش تنگ تکلیف میشه. قطب‌بندی سیاسی یعنی که چه کسی در مقابل چه کسی ایستاده در هر لحظه از تاریخ ما. مثلا زمانی که کودتای 28 مرداد شد و دولت دکتر ملی مصدق، دولت ملی دکتر مصدق سرنگون شد، رژیم شاه و انگلیس و آمریکا در به صفت کودتاگر اجنبی نامشروع جنایتکار در برابر حکومت ملی مردمی دکتر مصدق ایستادن. پس دو قطب داریم، دو قطب مشخص در اون مقطع. در بهمن 57 در مقابلی که حکومت شاه داره سرنگون میشه، یک طرف حکومت دیکتاتوری وابسته شاه هست و یک طرف مردم که به خیابونا اومدن. این دو قطبه، مردمی که سرنگونی این حکومت رو میخوان. بعد میبینیم که دولت‌های خارجی بیگانه مداخله میکنن، یک جادوگر شیاد شیطان پرست و شیطانی رو از توی عراق و همدن میارن پاریس، بعد میارن ایرانم، مردم ایرانم به اون درجه از آگاهی نرسیدند، فریب میخورن، فریب خارجی ها رو میخورن و این قطب‌بندی خراب میشه. یعنی دیگه آنچه که میاد در مقابل شاه و میسه مردم نیستند، رژیم شاه رو کنار میزنند، اجنبی ها و یه آدم دیگه رو
میارن که مردم نیان قدرت رو بگیرن. پس قطبندی ها مشخصه. تو نقطه که ما هستیم قطبندی کاملا مشخصه. یک تلف رژیم خمینی با 40 سال دلیل برای اینکه باید جلوش ایستاد، با تمام وجود نابودش کرد. در برابرش بایستی همه مردم ایران و حتی همه مردم جهان بیستن و نابودش کنند، نه اینکه عوضش کنند، نه اینکه درستش کنند یا ترمیمش کنند، نه اینکه کنار بگذرنش که گذار بکنه، نه، نابودش کنند، ریشش رو بسوزونن، تاریخاً از هم بدرن، بند از بندش جدا کنند سیستمش رو. بله، چون یک قده سرطانیه، نمیشه کنارش گذاشت، نمیشه درمانش کرد، نمیشه ترمیم. باید تمام این سلولای سرطانی رو یک به یک گشت و نابود کرد با شیمی درمانی سیاسی. حالا این دو قد در مقابلش مردمند، مردمی که با تمامیت در مقابل این رژیم ستمگر ایستادن. تو نقطه که ما هستیم شعار مردم در شعار مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر، قدبندی اصلی جامعه رو نشون میده. چرا؟ چون رژیم شاه به عنوان یک رژیم ستمگر در سال 57 تمامیتش به دست مردم ایران نابود نشد. یه بقایایی ازش موندن، اومدن تو خارج کشور به صورت به اصطلاح چه میگن خفته، سلول خفته موندن تا اینکه دوباره سر برآوردن. تو نقطه تعیین تکلیف رژیم خمینی سر برآوردن و قیام 1401 رو دچار توقف و سکته و ترمز و به عنوان ترمز قیام عمل کردن. چرا؟ چون سلطنت و نظام سلطنتی رو مردم ایران از 120 سال پیش بخواستن ریشهشو بکنن، نتونستن. در مشروطه نتونستن، در بعد نتونستن، در 57 نتونستن. چرا؟ چون اجدمی اومد، درسته که چریک های فدایی خلق و سازمان مجاهدین خلق و نیروهای مبارز و انقلابی شروع کننده جنگ علیه رژیم سلطنتی بودند، ولی نتونستن کارشون رو خوب انجام بدن. آمریکا و فرانسه و دیگران نذاشتن، اومدن خمینی رو گشتن این وسط. زود این نظام رو، درست نظام سقوط کرد، ولی شاهی و ستمگری شاهی تمامیتش ناپدید نشد. چرا؟ چون نیروهای انقلابی نتونستند بر سر کار بیان، یک دولت دموکراتیک بیارن، صحنه ازشون گرفته شد. وظیفه از بین بردن و ریشه کندن نظام منحوس سلطنت، تمامیت براندازی، براندازی کرده تمامش تو این مقطعی که هستن، به صورت مانع عمل میکنن، چون آینده ای ندارن در ایران. نمیتونه این تصور که کسی فکر کنه نظام سلطنتی میتونه برگرده و ابقا بشه، تصور غیر واقعیه، به لحاظ سیاسی غیر واقعیه، به لحاظ اجتماعی غیر واقعیه، به لحاظ سیاست جهانی غیر واقعیه. نه در ایران، در هیچ کجوم از کشور خاورمیانه دیگه نمیشه یک رژیم دست نشانی گذاشت. من اینو قبلا گفتم، در افغانستان آمریکایی امتحان کردن، پس همچی تصوری واقعی نیست. ولی این بازماندگان نظام پیشین، نظام ستمگر پیشین، به عنوان قیام به کمک نظام ستمگر فعلی اومدن. پس این وظیفه نیروهای انقلابی و آزادی خواه هستش که این پسمانده ها و آزمانده ها رو کنار بزنن از صحنه. این یه جنگ سیاسیه، باید افشاشون کنن. این جنگ واقعیه. این طوری نیست که ما بگیم شاه تموم شد دیگه چیکار داریم، فقط رژیم هست. نه، مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر، راهنما و تابلوی راهنمای مبارزه ماست. تبلور شعار، تبلور استراتژی سرنگونی از طریق مبارزه مسلحانه از اینجا میگذره، نه شاه و نه شیخ. یک شعار استراتژیکه. اگر تابلوی راهنما توی جاده نباشه، شما نمیتونید بدید به سمت تهران یا به سمت هر که شهر دیگه. این تابلوه مرگ بر ستمگر. قطبندی واقعی اینه. حالا رژیم میاد یه سری قطبندیهای دروغین درست میکنه. مثلا میگه که مسیح علی نژاد و عرضم به شما که اون یکی اسماعیلیون و اینه این و اون یه قطبن، پسر شاه هم یه قطبه. این واقعی نیست. همچه قطبندی واقعی نیست. اینا رو رژیم میسازه. قطبندی های دروغین رو فریبش رو نباید خورد. همه کسانی که تا دیروز در کنار پسر شاه بودن تو اون جاده هن، تو اون قطبن، تو اون قطبن، قطب مقابل پسر شاه نیستن. امروز تو فضای مجازی این به عنوان راهنمای عمل خیلی مهمه. شما میبینید که تمام کسانی که عمله و اکره پسر شاه بودن امروز
توشون یه دو دستگی افتاده، هی به هم فوش میدن، انگار که یه قطب دیگه هم هست. این قطبندی ها دروغینه. این که وکالتمو پس میدم و اینا قطبندی های دروغینه. این که من هم علیه شاهی هم علیه شاه هم علیه مجاهدینم، اینا همه از توی اطلاعات سپاه میاد بیرون. قطبندی فقط یکی هست، مرد بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر. اگر کسی میخواد از اون دستگاه قبلی فاصله بگیره، از پسر شاه، از مسیح علی نژاد، از اسماعیلیون، از اصلاح طلبا، از همه کسایی که یه زمانی یا با شاه بودن یا با شیخ بودن، خیلی راحته. یک شعار ساده داره، باید بیای بالای صفحش بنویسه مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر. شما اگر امروز پستی رو دیدید منتشر شد که این هشتگ رو نداشت یا این شعار رو نداشت، به سلامت اون پست باید شک کنید، به سلامت سیاسیش. یه موقع یکی یه پست اجتماعی میذاره، یه گریه و ناله میکنه راجع به من، پست سیاسی شاخص و راهنماش مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر. برای همین توییتر که امروز اسمش ایکسه، این شعار رو نمیتابه، حذف میکنه. یا مثلا بقیه یه مدتی جلوش گرفته بودن. این به عنوان این که میگم اسیر قطبندی های دروغی نشیم. بقیه قطبندی ها اصالت ندارند، رژیم ساخته هستند، خیرش به جیب رژیم میره، هر قطبندی دیگه ای، این در برابر اون، اون در برابر این، این به اون بد میگه. اینا قطبندی های برای فریب مردمه، برای اینکه قطبندی اصلی رو نفهمند. ببخشید که من دو تا بحث فرعی کردم که خیلی طولانی شد. کاملا لازم و ضروری بود دونستن صحبت هایی که کردید. و من تصور خودم در مورد انقلاب اینه که اگه بخوایم بگیم مردم ایران انقلاب کردن با این هدف که به آزادی و استقلال و دموکراسی برسن، این که ما فکر بکنیم در سال 57 انقلاب به اتمام رسید، این به نظر من یک اشتباهه. به نظر من باید انقلاب رو یک کتاب رو دو جلده بدونیم که نه شاه و نه شیخ بوده. ما قسمت نه شاهش رو مردم ایران در سال 57 پروندهش رو بستن، اما وارد فصل دوم کتاب شدیم. الان در جلد دوم باید این شیخکان پلید و دزد و غارتگر و جنایتکار رو هم تکلیفشون رو روشن بکنیم تا کتاب انقلاب کامل بشه و مردم ما به اون خواسته خودشون که یک حاکمیت ملی هست برسن. متشکرم از توضیحات شما. البته اینجا دوستی هم یه سوالی پرسیدن، با توجه به اشاره‌ای که داشتید، من نمیدونم الان این سوال رو مطرح بکنم یا بعد از این اجازه میدید که من به سرعت موضوع برنامه رو توضیح بدم، یعنی اون که تیتر برنامه هستش، و بعدش به سوالات بپردازیم. صحبت سر کارنامه است. یک سال گذشته، قیام مهسا به صورت بهت‌انگیز و غیر قابل انتظاری پا گرفت. توده های عظیم در خارج کشور به خیابون ها اومدن، به صورتی قبلا نبود، 100,000، 20,000 و 50,000، و خیلی چشم ها رو با خودشون بردن. خیلی ها رو به این باور غلط رسوندن که با همین به خیابون اومدن های خارج کشوری رژیم ساقط میشه، و خیلی ها اومدن حتی یقه مقاومت سازماندهی شده متشکلی که 40 سال هستش به صورت مستمر به خیابون ها میاد گرفتن، گفتن اصلا شما برید دیگه تو خونتون دیگه، نه شما چی هستید، غلط کردید که اومدید دور از جون. تعرض کردن، تعدی کردن به این مقاومت، به مجاهدین معتقد به اسلام اومدن روسری کشیدن. اینا رو شاهدش بودیم. خب خیلی صحنه‌های سنگینی بود برای کسایی که مقاومت رو میفهمن و انقلاب رو میفهمن و میدونن که انقلاب قانونمنده. انقلاب با یک شب و دو شب درست نمیشه، انقلاب تشکیلات میخواد، انقلاب انقلابی میخواد، یعنی کسی که از منیتاش بگذره، کسی که حاضر به فدا کردن همه چیز خودش که باشه هیچی، از منیت خودش بتونه قبل از همه و بیش از همه بگذره، که از همه چیز سخت داره، یعنی گذشتن از جان، گذشتن از زن و فرزند یا همسر و فرزند یا شوهر و فرزند، گذشتن از تحصیلات، درس، خوشی و همه خوشی‌های زندگی یه و طرفه، گذشتن از منیت هزار طرف. انقلاب این ابزار رو میخواد. خب اونا که اینا رو داشتن میدونستن که این کف روی آبه، و این کف روی آب رو
اون روز میشد بگی خب کسی گوش نمی کرد، همه گفتن نه خیر شما کاری نیستید، کف رو آب شما بودید که رفتید نیاکو، 100,000 نفر اومدن تو بلند، شما دیگه چه هستید؟ بعد خب یه مقطعی باید میگذشت، یک شاخصی باید میمد تا بفهمیم که کی موج میاد، موج کجاست، چون این کف روی آب موج پوشون. خیلی هم فریب خوردن، خیلی از کسی که من میشناختم یه مدتی هم با من سر چیز داشتن دیگه چیز بود، رفتن اون طرف. گفتم خب باشه، تا اینکه قیام مهسا به سالگردش رسید. خب از قبلش چقدر صحبت کردن، آی این کارو میکنیم، آی سازماندهی میکنیم، آی شاز فلان کرده شاهزاده اینو گفت، آی فلان کسک اونو گفت، نمیدونم چنو چنان میکنیم، یه سری مثلا دستبند سفید میبندیم، که یعنی کسی که تو خیابونای ایران هستن همه دستبند سفید ببندن، یعنی که اینقدر قویان، اینقدر زیادن که دستبند سفید ببندن همدیگر پیدا کنند، یعنی این دروغ‌ها، این فریب‌ها، همینطوری من و تو. خب صحنه واقعیتش این بود که همون 10 تا آدمی هم که دستبند سفید بستن، برای این بستن که پاسدارا بسیجی ها پیداشون کنن راحت‌تر، چون کسی که توی زیر ضرب تفنگ و پاسدار که تو خیابون میلیونی نمیاد که، اینا با این فریب که میلیونی میشید دستبند ببندید، خب این فریب رو گفتن که آدم ها رو گیر بندازن، کارشون اینه، کما اینکه فیلمای پوشش داده نشده رو منتشر میکردن که کسی که تو فیلم اصلا شناسایی بشن توسط آدمایی که فیلم ها رو میبینن. توضیح دادم دفعه قبل، یکی میگفت خب مستقیم بدن برای پاسدارا، مستقیم فقط 20 تا پاسدار میبینن، وقتی فیلم طرف رو منتشر میکنن 100,000 نفر توی شهر میبینن، بالاخره یکی شناساییش میکنه. خب این تلویزیون ها کارشون، بله اینا کار کنار سپاه بودن، اینها اومدن صحنه رو به دست گرفتن، پسر شاه رو آوردن تو تلویزیون، اون بساط نمیدونم با اون یه پاسداری هست به اسم امید تو تلویزیون من و تو، این پاسدار بوده، هنوزم پاسداره، این بازی ها رو در آوردن. حاصلش چی شد؟ هیچ. همین خیابونی هم که مردم میمدن نه نیمدن بیرون، همین پسر شاه هیچ کجا نیمد بیرون، همون آدمایی که تو نیویورک میمدن هر سال نیمدن امسال، کسایی که مثلا 20 سال هر سال بلند میشن یه 100 تا 150 تا 200 آدمو سوار اتوبوس هواپا میکنن میارن، نیمدن. پس این بود کف روی آب. حاصل و بیلان اینه که اونایی که باید بفهمند سرنگون کردن این رژیم کار اومدن تو خیابون و رقصیدن و موچیدن و شعار دادن و بالا پایین پریدن نیست، با تظاهرات های نمیدونم که آدم نمیدونه این کارناوال رقص، با فمینیسم قاطی کردن، اینا اینجوری رژیم سرنگون نمیشه. ولی این گفتنش فایده نداشت، کسی نمیفهمید، امروز میشه فهمید. حالا نشستن هی میگن چرا مردم استقبال نکردن، چرا نیومدن داخل کشور، که معلوم بود. خب ما نمیگفتیم چون نباید گفتین، اون موقع درست نبود، ولی معلومه که شما یک روزی رو که سالگرد یک خبری هست، معلومه که تو اون رژیم هیچ کاری نمیشه کرد، تو اون روز هیچ کاری نمیشه کرد. این اصلا از حالا به بعدم قانون منده، ما اصلا نمیتونیم انتظار داشته باشیم که یک روز مشخص از پیش تعیین شده باشه که تو اون روز اتفاقی در ایران بیفته، چون قبل از همه نیروهای سرکوب آماده میشن برای کشتن آدما. پس اگر اتفاقی در ایران بیفته به صورت پیش بینی نشده، به صورت خلع و سای مثل مهسا و مثل دیگر اتفاقاتی که از این قبیل بود، اینطوری اتفاق میفته. این قانونمندی قیام ها هست در ایران، قیام های جدی. معلوم بود چه اتفاقی نمیفته، معلومه که یه سری هم که اومدن میدونستن چه رژیم هم آماده است. خب اتفاقی هم به اون صورتی که مردم انتظار داشتن نیفتاد، ولی اتفاقات دیگری افتاد که بسیار بسیار مهم بود و جنسش دیگه این جنگولک بازی ها نیست. ما شاهد این بودیم که 16 تن از نیروهای سرکوبگر خونسا شدن در مدت کوتاهی، و شاهد خونسا شدن سیستماتیک نیروهای سرکوب و سرپنجه‌های سرکوب هستیم در سرتاسر کشور. اینا پدیده‌های جدیدیه، اینا دیگه ربطی به اون کف‌های روی آب نداره، اینا مال موجه. چرا؟ چون میزنه صخره رو میشکنه، چون قدرت شکستن داره. و آنچه که من میخوام در یک جمله بگم اینه که کف روی آب کنار رفت و موج انقلاب و قیام برآمد. کجا؟ در این که ما دیدیم تنها تظاهرات های جدی پر جمعیت متشکل و سازماندهی شده رو شورای ملی مقاومت
و اردویی که معتقد است به شعار مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر، همه کسانی که معتقدند به این اردو با محوریت سازمان مجاهدین تونستن، یعنی جایی که دیگه کسی نیامد بیرون، باز این نیروهای اصیل محکم پایدار بودند که اومدن در دو کشور بلژیک در نیویورک و جاهای دیگه در آلمان به صورت مقطعی و در اون روز مشخص در این دو تا تظاهرات بزرگ و به مردم ایران در عمل نشون دادند که آن چیزی که پایدار هست و با نبضش رو با مردم به عنوان پشت سر مردم تنظیم نمی کنه. یعنی نشسته تو خونهش ببینه مردم کی میان بیرون، بعد پشت سر مردم بیاد سوار موج بشه. این یه وجه دیگه. اون چیزی که پارسا اتفاق این بود، چون مردم در ایران اومده بودن بیرون، اینا هم تو خارج کشور پشت سر مردم اومدن بیرون. بعد چه مردم امسال نیومدن بیرون، اینا هم نیومدن بیرون، تو خونهاشون نشستن. اون نیرویی که پشت سر مردم نیست، منتظر موج سواری نیست، جلوی مردم میاد بیرون، اومد بیرون، اومد بر وعدش وفا کرد، تظاهراتای بزرگ برگزار کرد تو نیویورک، یقه رئیسی رو گرفت و همزمان با آنچه که در خود سازمان ملل اتفاق میافتاد، صحنه کسانی که مخالف رژیم بودن در بیرون هم فقط در انحصار این نیرو بود، یعنی نیروهایی که در چارچوب شورای ملی مقاومت اومدن بیرون. این بیلان این به اصطلاح قیامه. آنچه که بر مردم ایران بیش از پیش مشخص شد این بود که اگر که کاری از کسی بر بیاد، از کسی این نیرو، از دست این نیروهای متشکل و سازماندهی شده در میاد. بخش دیگری و بخش بیشتری از مردم و نیروهای سیاسی اینو فهمیدن. این حاصل این قیام هست و این البته تو نقطه‌ای که رژیم به شدت ضعیف شده، با مشکلاتش دیگه نمیدونه چی کار بکنه، به طور خاص با مشکلات اقتصادیش نمیدونه چی کار کنه، با سفره‌های مردم، این آگاهی همراه با خودش نیرو میاره. نه نیرویی که بیاد تو خیابون برقصه موهاش کوتاه کنه، نیرویی که بیاد پاسدار خونسا کنه، نیرویی که بیاد کوکتل مولوتوف بزنه، نیرویی که حاضر باشه قیمت بده در داخل ایران در کف خیابان ها اون نیرویی که میتونه رژیم رو سرنگون کنه، نه نیروی معتقد به میدان میلیونی، نیرویی که امروز وقتی هوا خوبه میاد بیرون، وقتی هوا دیگه خوب نیست دیگه نمیاد بیرون، منظورم هوای سیاسیه. این خلاصه این بحث من بود، سعی کردم کوتاهش بکنم. بله متشکرم از شما. واقعا در همین برنامه مدتی که شما اشاره داشتید و خیلی این شازده پاسدار رو پروموت میکنه، یک کسی مثل که از ایران زنگ زده بود و میگفتش که چرا ظاهرن طرف داره، از طرف هواداران رضا پهلوی هم بوده. خب ما انتظار داریم یه مقدار بیشتر به ما انرژی بده، کاری بکنه و از خودش خودی نشون بده. خلاصه در راستای سرنگونی که کسی که اونجا باید پاسخ میداد، اون خانم تینا قاضی مراد، میگفتش که به همون میزانی که شما 16 صدا بکنین در ایران، ایشون یک گام براتون برمیدارن. جالب بود که چطور میشه که این جناب رهبر پشت سر مردم قرار داره و منتظره که این رو صدا بزنم و اینقدر منافع طلبانه میگه اگر من اینقدر صدا بکنی من اینقدر گام برد. دقیقا همون دیگه، سوار مردم بخواد بشه، مردم بیان بیرون بره سوارشون بشه. و یه خبر دیگه ای هم که در سالگرد قیام من از رضا پهلوی خوندم این بودش که ایشون در اون روز گویا رفته بودن خونه یکی از دوستانشون، در حال آشپزی بودن و مسابقه فوتبال آمریکایی تماشا میکردن. حالا این کارا رو کرده. ببینید یه مقصی که با میگه آقا چرا اینقدر اینو بزرگش میکنی، چرا اینقدر راجبش به حرف میزنی که مثلا رفته فوتبال یا کرده فلان، این اصلا آدم مهمی نیست. اشتباه همینجاست. ما راجب یه آدم لاابالی علافه حرف نمیزنیم. ما داره راجب یک راهکار فریبی که تو دست رژیم افتاده و این راهکار فریب روی این آدم سواره. حالا این آدم امروز اینه، یه زمانی اهورا بود، یه زمانی نمیدونم خاتمی بود، یه زمانی هر کسی، همه کسایی که به عنوان راهکار فریب مورد استفاده رژیم قرار میگیرن. شما نمیدونم یادتون هست توی اون دوران قیام برای مقابله با مجاهدین که به هر حال در داخل ایران کانونای شورش هر چی که دستش بود استفاده میکرد، من جمله رفته بود یه سری اینا که قرص شکم روش میفروختن و
لباس آرایش میکردن جلوی دوربین و از این انفلوئنسرها هم جمع کرده دو دو بیان علیه مجاهدی حرف بزن. پس مهم آدمش نیست، مهم اینه که از این آدم تو این نقطه این استفاده رو میکنه. از همین آدم لاابالیه که دیگه ویژگیاش ویژگیای پاسدارا هست، داره بهترین استفاده رو میکنه. فریب ایجاد کرده، شرایط طوریه که به این آدم یه امکان رو داده. شما ببینید یک موجود پلشت نفرت انگیز که واقعا حال آدم رو به هم میزنه، چه دیدنش چه حرف زدن ازش. این کسی که به اسم خواننده توی این ورانور میخواد بیاد آلمان، این یارو تتلو اسمش هم معلوم نیست چیه، یه پاسدار بسیجی کثیف و پلشته. همه چیز این موجود پلشته، از حرف زدنش، قیافش، نگاهش، از همه چیزش بجز پلشتی شما چیزی نمیبینید. خوب از این داره استفاده میکنه، از این داره استفاده میکنه برای اینکه قطبندی تقلبی درست کنه. یه سری رو بیاد چیکار کنه، این مثلا یه سری حالا اومدن شدن این آدم رژیم پاسدار بسیجیه تو این دستگاه، این یه قطبندیه، این قطبندیه درسته. شما بدونید با این پاسدار میخواد بعد وام نمیتش آلمان که یه سری مخالفش باشن، یه سری موافقش باشن، یه سری بگن نه این هنرمند، یه سری اینا فریبهای رژیمه. خود اون موجود پلشت اهمیتی نداره اصلا، ولی تو نقطه‌ای که رژیم نشوندتش محل داره از این اهمیت پیدا میکنه. کاری که رژیم باهاش میکنه، ابزاری که رژیم، مثل چی میمونه؟ ببینید توی زندان‌ها با یک تیکه سیم برق میزنن به کف پای مردم. اون سیم برقه چه مهم نیستش، که کاری که با اون سیم برق میکنن مهمه. یا زمان شاه یه تختای فنری بود، مال ارتش بود، تو ساواک هم همین تختا رو داشتن. این تختا رو میبودن زندانی میبستن روش، دوشک هم نداشت، دست باشو بسن. بعد یه پرموسای کوچیکی بود، نفتی بود، چیز بهتری اون موقع نبود، از این پرموسای کوچیکو باد میزدن روشن میکردن، یه پرموس کوچیک باد باش تخمق میپختی، اینو میذاشتن زیر این تخت، این تخت داغ میشد، بدن کسی که روش بود میسوخت. ساواک این کارو میکرد، مثلا بدن خیلی‌ها رو از بیرون که رفتن دیدن بدنش رو چارگوش سوخته، چون فنراش چارگوش بود. خب اون یه تخت بیچاره ای بود، اون پرموس هم برای تخمق پختن خوب بود. ساواک منحوس از اینا اینطوری استفاده میکرد. این پسر شاه هم همینه، همین ویژگی، همون پرموس هست، همون تخته. خیلی ساده است. انگیزه مردم که فعال شده بودن چی بود؟ امیدوار بودن به سرنگونی. چرا امیدوار بودن به سرنگونی؟ چون در داخل خیابونهای ایران مردم اومده بودن بیرون و داشتن بنیان رژیم رو گرفته بودن تکون میدادن. درسته؟ این امید رو خیلی واقعا امیدوار بودن. خیلی ها فکر میکردن دیگه تمومه. این امید چی شد که از بین رفت؟ تو خارج کشور دارم میگم، نه تو داخل کشور. داخل کشور کار خودشو میکنه. یک سری شارلاتان اومدن گفتن سوار همین مردم شدن، یعنی این مردمی که اومدن تو خیابونو ریختن تو جیب خودشون، بعد رفتن نشستن سر این که ما چقدر تو جیبمون هست با هم دعوا کردن. همه اینا به عنوان ترمز که میگیم، یعنی این مردم دیدن که اومدن تو خیابون، یکی عکس پسر شاه آورده، یکی شعار این آورده، یکی گفته حامد اسماعیلی، یکی گفته مسیح علی نژاد، یکی گفته این، یکی گفته شیرین عبادی. بعد دیدن که همه این چیزها تبدیل شد به جنگ بین چند تا آدم منفور و چند تا آدم واقعا تنفر انگیز که با خون مردم ایران فاند میگیرن، پول میگیرن، چهره میسازن، اسم در میکنن. در بهترین شقش اینه که اسمشون در میره، در شقهای منفورترش اونه که میره فاند میگیره، پول از دولت آمریکا میگیره، دنبال تجارت خون مردم ایرانن. خب مردم که جونش از سر را پیدا نکرده، همین مردم خارج کشور وقتش رو که از سر را پیدا نکردن، فکر کردن که خب اینا یه مش آدم شالاتان حق بازن، تاجر خونن. چون از این آدم ها ناامید شدن دیگه رفتن تو خونهاشون. فعلا هم اینقدر عقلشون نمیرسه که اون امید اصلیشون رو به کجا ببندن. چرا عقلشون نمیرسه؟ چون عقلاشون رو رژیم زایل کرده. آخوندها
نمیتونن بفهمن که راه حل در تشکیلاتیه که 42 ساله داره میجنگه، تجارت خون نمیکنه، خون نداره، فاند نداره، خونه 3-4 میلیونی توی آمریکا نداره، اسم و رسم نداره، در گمنامی هرچی که داشته ریخته تو سبد علیه این رژیم. اینو نمیتونن بفهمن چون مدیا نمیذارند، چون مدیا اینا رو سانسور که میکنن هیچی، علیهشون دروغ هم میگن. مردم هم خب ساده اند، نمیتونن تشخیص بدن که اینا دروغه، فریب میخورن. این سرنوشت همه مردم در همه جای جهان بوده، این آنچه بوده که اتفاق افتاده. ناامید شدن به خاطر خیانتی که از جانب مسیح و پسیح و شاهزاده و شازده و پاستار و این و اون بهشون شد، ناامید شدن، ناامید شدن. میگن اینا همه شارلاتانن، بیزنسمن خونن، برای همین به حرف اینا گوش نمیدن، به فراخوناشو گوش نمیدن، بیرون نمیان. البته یک چیزی که در اینجا از هر سو در این تبل کوبیده میشه در مورد اتحاد هستش و من از شما خواهش میکنم یه مقدار توضیح بدید که اصلا اتحاد و یا ائتلاف آیا بین افراد میتونه انجام بشه، چون این کسانی که مدعی هستن در بهترین حالتش هم افراد هستن، اما تا جایی که ما میدونیم سازمان ها با هم دیگه متحد میشن. یه توضیح کوتاهی هم لطفا، میدونم که قبلا گفتین برای دوستانی که جدید هستن. اتحاد و ائتلاف بر سر دو چیز، دو تا ویژگی داره، یکی محتواش و یکی شکلش. در آنچه که به محتوا برمیگرده، افراد یا سازمان ها یا آن چیزی که نیروهایی که باید با هم جمع بشن دور حول یک ائتلاف، بر سر یک محتوای واحد باید بر هم سر با هم جمع بشن. شکلش هم به این صورته که چه فرد، چه شخصیت، چه سازمان، فرق نمیکنه، افراد و شخصیت ها و سازمان ها و جریان ها میتونن با هم متحد بشن. الزاماً اینجاست که فقط سازمان ها، نه، در چارچوب یک ائتلاف شخصیت ها و قطب های جامعه هم میتونن به یک ائتلاف بپیوندند. منتها مهمتر از این که کی میخواد بپیونده اینه که بر سر چی میخوان با هم بپیوندند. شما یه موقع هستش که میگین که ما با هم میخوایم با هم یکی بشیم، مثال میزنم، بریم بالای کوه اورست. خب یه مش آدم با هم جمع میشن، یه هدف مشخصی دارن. ما در صحنه سیاسی ایران آن چیزی که بهش میگن ائتلاف و اتحاد و وحدت رو فقط بر سر یک چیز میتونیم داشته باشیم، چون وحدت کردن فقط بر این نیستش که ما خواست وحدت کردن داشته باشیم، یعنی یه سری آدم بخوان با هم متحد بشن، باید یه مبنای واقعی خارج از خواست ما داشته باشه، یک مبنای بیرون از ما باید داشته باشه. تنها مبنای اتحاد مردم ایران، چه شخصیت، چه قطب، چه سازمان، چه جریان، اینه که اصلی ترین مانع رو که بر سر راه رشد و آزادی و دموکراسی و لایسیته در ایران هست، یعنی رژیم خمینی رو از راه بردارن. امروز اگر که همه سر این با هم متحد باشن که بخواین از سر راه بردارن و قانونمندی هاش رو هم باش موافق باشن، یکی نگه من میخوام پاستارا رو کمک بکنم، بگم پاستارا خمینی رو بردارید، خامنه‌ای رو بردارید، پاستارای خوب رو بگم بیا، برادران خوب پاستار، دور از جون زبونم لال، به پاستارا بگه برادران پاستار بیاید این خامنه‌ای رو بردارید. یکی اینجوری میگه، یکی میگه نه من برفباکونا رو روشن میکنم تو خیابون، زیاد میشیم، یه میلیون میشیم، خامنه‌ای میره. یکی میگه نه من میرم سوت میزنم. اون یارو چیزه کی بودش، همین رئیس تلویزیون من و تو، همین اسمش یادم رفته، آره، اومده بود میگفت یه چیز مسخره‌ای تو همین دوران قیام، میگفت شب ساعت 8 چراغامونو همه روشن کنیم. خب یه حرف مفت اینجوری، آره، سر این چیزا کسی نمیتونه متحد بشه، ولی سر یه چیز میشه متحد شد. یک، این رژیم باید سرنگون بشه، در تمامیتش باید سرنگون بشه و به صورتی باید سرنگون بشه که دستگاه سرکوبش بشه شکست، چون دستگاه سرکوب نمیذاره که سرنگون بشه. پس بایستی با قهر دستگاه سرنگونش، بر سر این میشه اتحاد کرد. خیلی هم اتحاد کردن، همین الان هم که من شما صحبت میکنیم اتحاد کردن. این که این رژیم باید سرنگون بشه و نه کنار گذاشته بشه، گذار بکنیم ازش، یا بهش بگیم بریم لطفا برو کنار خامنه ای، تو رو خدا برو بذار من بیام، اینجوری اینا نه، سرنگون باید کشیدش پایین خامنه ای رو به زور.
دومی که دستگاه سرکوبش رو باید نابود کرد، متلاشی کرد. سر این چیزا اگه کسی موافق نباشه اصلا اهل ائتلاف و اتحاد نیست. اونوره دروغ میگه، ائتلاف کرده، اتحاد کرده، ولی با همونایی که با سرنگونشون کنیم. یعنی آدم رژیمند، اینا همه آدم رژیمند، میان میگن اتحاد نمیکنن، ائتلاف نمیکنن. اینو میگن که اون اتحاد و ائتلاف واقعی که وجود داره، ببینین این اتحاد وجود داره، از 42 سال پیش وجود داره. ضعف و قدرتش اصلا مهم نیست، مهم چیه که یک سری آدم، یک سری تشکل، یک سری جریان بر سر این با هم توافق کردن و یه مسیر رو اومدن 40 ساله، و این مسیر روز به روز قوی و قوی و قوی تر میشه. یه بار به نقطه‌ای میرسه که تعادل قوا رو میشکنه، هنوز به اون نقطه نرسیده، ولی این اتحاد وجود داره. خارج از این هر چی که هست دروغه، فریبه، برای اینه که بگه این اتحاد نیست، میخواد این اتحاد رو بپوشونه تو چشم مردم. میگه نه نه اتحاد نیست، مردم با هم متحد نیستن تا این یکیه رو مردم نبینند. اونا همه بخشی از رژیم هست. آقای حبیبی با توجه به توضیحات درستی که دادی، یک جمله، این اتحادی که صحبت شو کردم شورای ملی مقاومت هست که مسئولیتش با آقای رجوی هست. ببینین اول از همه چیزی مشخص کنیم، از من گرفته تا همه ماها آرزومون اینه که با کمترین هزینه این رژیم بیفته، سرنگون بشه، چون هزینهشو ما میدیم، من و شما و همه کسایی که میخوان این رژیم بیفته. پس این که ما میخوایم رژیم با کمترین هزینه بیفته، این خواست همه است. هیچ کی دوست نداره کشته بشه، هیچ کی دوست نداره توی خارج کشور 40 سال در تبعید باشه، هیچ کس دوست نداره. همه ما آرزومون اینه که بلند شیم بریم ایران، بریم تو نمیدونم کله پاچه بخوریم در فلان بازار، چلو چباب بخوریم، بریم دربند بشینیم، بریم شمال تو دریای خزر. هممون این چیزا رو دوست داریم. عید تو سفره تو خونه کنار همدیگه باشیم، 13 به در بریم، نه بین این خارجی ها که تعطیل نمیکنن 13 به در و کله پاچه رو بعدشون میاد. عرضم شما که ما رمضون میشه دلم میخواد از تو خیابون صدای ازون بیاد، اینجا هیچ خبری نیست. آره ما اون ایران رو دوست داریم، میخوایم. تو تبعید چه هستیم داریم هزینه میدیم، ما این هزینه رو دوست نداریم بدیم، بهمون تحمیل شده. پس این اول. ولی زمین زدن این رژیم بدون هزینه ممکن نیست، دروغه. چرا؟ چون این رژیم میگه، اصلا به زبون خودش میاره، آدماش گفتن، گفتن تازه روزی که ما بریم چیزی برای شما نمیذاریم، یعنی وقتی که ما رو بیرون کردین میسوزونیم، خاک سوخته بهتون تحویل میدیم. هزینه از این بابته که بهش میگه آقا رأی من کو، میبینی پاسدار ریخت تو خیابون آدما رو کشت، خب هزینه میگیره ازت رژیم. این که نیست تو بخوای هزینه بدی، رژیم ازت هزینه میگیره. وقتی بخواد بره ازت هزینه میگیره. اونایی که دنبال راه حلای بی هزینه ان، میخوان با پاسدارا چیز کنن، دروغ میگن، نمیخوان رژیم عوض کنن، میخوان یه آدم یا بالای رژیم وردارن برن جاش بشینن، یعنی استعمار، دولتای خارجی، اونم خود اونا نه، دولت استعمار، همون جه چه پسر شاه رفت، همون اسرائیل فکر میکنه میتونه خامنه ای رو ورداره، سپاه پاسدارا رو نگر داره، 20 تا پاسدار چاق گردن کلفت رو بکشه، پسر شاه بره اونجا بشینه، بچم بگه حالا مردم اومدن رأی دادن ببینیم چی میگن، آها مردم گفتن ما شاه میخوایم، کینگ رضا پهلوی گفتن، هیچی ما موندیم. خب این پروژه ابلهانه و احمقانه اسرائیله، یا کسی مثل اسرائیل، حالا اسرائیل من میگم، من چون تو اسرائیل اینو بگم، منم نمیفهمم سیاست، احساس فردیمو به عنوان فرد میگم، چون رفته بود اسرائیل دارم میگم، چون جای دیگه نرفته بود، جای دیگه تحویلش نگرفتن، ولی خب پروژهشون اینه. ولی همچی پروژه شدنی نیست، اگه میشد کرده بودن، اصلا بکنن اگه میتونن بی هزینه این رژیم رو عوض کنن، چقدر خوبه. اگه میشه بکنه، هرچی میتونه بکنه. ما بعدش بلند میشیم میریم اونجا،
کله پاچه‌مون رو می‌خوریم، سازمانمون هم درست می‌کنیم، از تو صندوق‌های رأی میایم. من شخصا اگه کسی میتونه این رژیم رو بی هزینه بزنه زمین بزنه. دروغ میگن چون نمیخوان که شما بری هزینه بذاری و رژیم رو سرنگون کنی، تبلیغ بی هزینگی میکنن. چون هزینه دادن سخته دیگه. هموطنان ما تو خارج کشور تو خونه‌هاشون نشستن جلوی تلویزیون دارن شکلات میخورن، فیلم نگاه میکنن، سریال ترکی نگاه میکنن. حالا بهش میگه بلند شو برو تو خیابون زیر آفتاب شعار بده، خب سختشه، هزینه باید بده، خب نمیده، میشینه تو خونش. حالا من یک کلیپی دیدم در همین رابطه، یک دوستی فکر کنم در ایران بود، اتفاقا انتقاد کرده بود به خارج نشین ها، گفته بود که شاکی بود از کسانی که به غیر از هواداران سازمان مجاهدین که جلوی مجمع سازمان ملل در نیویورک در اعتراض به حضور جلاد رئیسی نبودن، که چرا شما نبودید، خارج نشین ها اونجا نبودید تا صدای ما باشید تا اعتراض بکنید. خب فوقش یک بار پلیس نیویورک شما رو میگیره، یک شب شما در سنتر نیویورک میخوابید، ما اسامیتون رو هشتگ میکنیم، صدای شما میشیم. و این واقعا یک یأس و یک پیام خیلی بدی داره برای مردم داخل که شما خارج نشین ها هیچ کاری نمی کنید، کل حرفی که میزنید دستبند سفید ببند، بوخ بزن، با یه رژیمی سرتاپا مسلح، جانی، بیرم که گزارشش اومده که به عمد تیر میزده تو چشم معترضین، مگه میشه به این راحتی مبارزه کرد و اون رو از بین برد؟ و اما در مورد پروژه که صحبت کرد، من یه نکته بگم، یه پرانتز دارم، من با این صحبت شما موافق نیستم، حتی اگر من به تلخی صحبت میکنم راجع به هموطنان خواهش کشورم، ولی ما هرگز نباید گناه رو به گردن مردم بندازیم. هموطنان ما در خواهش کشورم هیچ گناهی ندارن، کمان که موقعی که امیدوار شدن به اینکه این رژیم سرنگون میشه، صد هزار اومدن تو خیابون، هزینه کردن، از این شهر به اون شهر رفتن، اون شهر با اتوبوس رفتن. مشکل در مردم نیست، مشکل در کسانی که مردم رو فریب میدن، مشکل در شازده پاسداره، مشکل در مسیح علی نژاد شارلاتانه، مشکل در اون اسماعیلیونیه که اومده بلند شده رفته تو مونیخ، اولین حرفش که مجاهدین چیز نیستن. آخه تو چی کار داری که مجاهدین محبوب هستن یا نیستن؟ تو چه محبوبی که؟ خب تو درد خودت رو برو، جون خودت رو بکن، تو چی کار به مجاهدین داری اگه نیومدی اینجا برای رژیم کار بکنی؟ خب پاسداری، برای رژیم کار میکنی، چی کار داری وسط اونجا به مجاهدین؟ مجاهدین دارن 40 سال، حالا کم زیاد، اصلا تو خوشت نمیادن مجاهدین، حجابشون بده، تو چی کار با اینجا اومدی تو مونیخ با رژیم بجنگی؟ با مجاهدین چی کار داری؟ یا اون یکی یا شیرین عبادی یا مسیح علی نژاد یا همشون، اون نازنین با همشون. خب اینا مردم رو ناامید کردن، تقصیر مردم نیست، مردم گناهی ندارن، مردم میان تو خیابون، بازم میان. همین مردم روز به روز خواهند فهمید، بیشتر خواهند فهمید که مجاهدینی هستن، شورای ملی مقاومتی هست که از این کارا نکرده، دزدی نکرده، کاخ نساخته، فاند نذاشته، فدا کرده خودش رو. اگرم که عراق رفته کار خوبی کرده، باید رفت گفت درود بر تو چه رفتی با خمینی جنگیدی، آتیش جنگو خاموش کردی. اگه روسری سرشه باید بگه بابا روسریت به خودت مربوطه، درود بر تو چه روسری رو سرته، داری تبلیغ و به صلاح مبارزه میکنی برای اینکه حجاب اجباری حذف بشه. این رو مردم خواهند فهمید، تا فهمیدن، بخششون فهمیدن، صد هزار فهمیدن، 30,000 تاشون به خاطر همین که اینو فهمیدن در 3 ماه رفتن بالای دار. ما بر واقعیت صحبت میکنیم، همین الان هم ده هزار تو خیابونا میان، از همین خط و خطوط دفاع میکنن، از همین مقاومت، از همین خانم رجوی که رهبری این مقاومت رو داره حمایت میکنن. مردم اینن، بیشتر هم خواهند شد، اونایی هم که نمیدونن کم کم میفهمند. تعادل قوام نقش جدی داره، تعادل قوا یک فاکتور خیلی مهمیه که تأثیرات مردم به اصطلاح روی تصمیمات مردم تأثیر میذاره، چون اسم مردم مردمه، مردم قرار نشده که بیان مبارزه کنن، مبارزه رو پیشتاز میکنه، عنصر آگاه جامعه میکنه. مردم باید زندگی کنن، بزنن، برقصن، عروسی کنن، دور همی بگیرن، این کار مردمه، از مردم نباید طلب کاری کرد. من یادم سال 63-64 یکی از این همین اکثریتی توده‌ای‌های بریده اومده بود خواهش کرده، میگفت آی توده ها زهی بیشرمی، چرا نمیاد تو خیابون بجنگید؟ از این حرفای مفت میزنن. اخیرا هم دیدم یه سری به این حرفا به مردم میگفتن.
باور کنید من قصدم این نیست که شما، ولی احساس من اینه که باز هم این ریشش به رژیم برمیگرده. خیلی ها، ولی خب آدم من به شخص از مردم خوب کشورم، چه در خارج از کشور، به قول شما در داخل که دارن کار خودشون رو میکنن همراه با خانم های شورشی، اما در خارج از کشور خب انتظار دارم با توجه به اینکه اینجا فیلترینگ نیست، اینترنت و به دنیای رسانه ها خیلی راحت دسترسی دارن، یه مقدار اخبار رو از کانال های درسترش هم دنبال بکنن، صداهای دیگر رو هم بشنون و خودشون رو آپدیت بکنن در ارتباط با سازمان مجاهدین و فقط حرفایی رو که از به صورت شیطان سازی سالهاست در گوششون رفته همونا رو نخوان که بپذیرن. اما در ارتباط با دارین شما کلک میزنین، اینا کارای ماست، کار رو ما باید بکنی، مردم از این کارا نمیکنن، میکنیم چشم، بیشتر از این میکنیم. اما در ارتباط با پروژه گفتید، من یادم اومد که در همون اوایل برنامه دوستی پرسیدم در مورد پروژه من وکالت نمیدهم که آیا میشه در این مورد مقدار بیشتر توضیح بدید؟ همه اینا همون قطبندی های حقوق بازان هستی گفتم، قطبندی های اینجوری رو درست میکنن که قطبندی اصلی مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه سنگر چه رهبر، گم بشه. این هم که گفتم این کار من و ماست، منظورم من و شماست و همه بچه هایی که دوستانی که این مدیریت میکنن این لایو و لایو های دیگر رو، کار آگاهی رسانی به مردم در خارج کشور اصلی ترین کار ماست. ماهایی که خودمون این راه رو بهتر میفهمیم و براش قیمت دادیم و میشناسیم، وظیفه داریم که هموطنانمون رو در خارج کشور روشن و آگاه کنیم با همین لایوا و با کارهای از این قبیل. بله، من معتقدم که این پروژه وکالت نمیدهم همونقدر بی اصالته که اون پروژه وکالت میدهم. متوجه این چی میگم؟ یه نوعی خودش باز دوباره مطرح کردن اینه که انگار مثلا اون وکیل بوده حالا که دیگه وکیل نیست. اینا منشأ درستی نداره. من احساسم اینه، نظر فردی اینه، یعنی نباید تو این داما افتاد. همین که شما افشا کنید اینکه یه کسی اومده، همین موزگیری های اخیرش اومده، اول قیام اومد یه صحبتی کرد انگار که مثلا چیزه، همه مردم نشستن پشت به پشت ایران 80 میلیون نشستن که ایشون بیاد حرف بزنه، به فرمان ایشون بیان رژیمو چیز کنن. خب اون چیزش بود. ماها میبینیم که یه آدمی که نشسته رو موج مردم سوار بشه، وقتی موج نیست خب میره قایم میشه دیگه. خب یکی به این بگه تو نمیتونستی خودتو 4 تا 5 تا آدم دیگه بیای جلوی نیویورک، چی میشد؟ چی میشد؟ 5 تا آدم، اصلا 6 تا بودی، 10 تا بودی، میمدید جلو نیویورک، همون پرچم شیرخوشی دستتون میگرفتید، وامیستادید، یه شب میرسید مرگ بر رئیسی، اگه راست میگید. پس اینا ببینی، اینا این کاره نیستن. چون این کاره نیستن، اصلا اینا رو نباید به حساب آورد. ببینید من همیشه مخالف اینم که کسی به رضا پهلوی بگه چیز اپوزیسیون. پسر شاه اپوزیسیون نیست، هرگز هم نبوده. کسانی که دور و برش هستن اپوزیسیون نیستن. کسانی که دور و برشن یک زمانی همه پاسدار بودن، در حراست‌های دانشگاه‌ها بودن، سابقه پاسداری دارن. کسی که الان باشن، خودش هم الان یک پاسدار کامل تمام عیاره، مأموریت اصلیش حفظ سپاه پاسدارانه، اپوزیسیون نیست. کسی که پاسداره و اپوزیسیون نیست، من چیکار دارم بهش بگم آقا من به شما وکالت نمیدم؟ مثل اینه که من الان بیام یه هشتاگ درست کنم بگم که پاسدار محسن رضایی، من به تو وکالت نمیدم. البته ببخشید من تصحیح کنم، وکالت نمیدهم نه، پیرو به اون بخش اولی که وکالت میدهم، الان همونها اومدن که من وکالتم رو پس میگیرم. آها، وکالتم رو پس میگیرم میگم. مثل همینه، نفس این که این حرفو بزنیم انگار به این بابا کسیه که قابل وکالت دادن یه وکالت پس گرفتنه. شما یه کسی که وکیله میدید بهش میگید من وکالتمو پس میگیرم، این اصلا وکیل نیست که، این اصلا خودش دشمنه اون طرفه. ببین من برای این با این حرف مخالفم، یعنی شاید من خوب نمیفهمم. من فکر میکنم هر نوع مطرح کردن این آدم به عنوان وقتی میگه وکالتمو پس میگیرم، یعنی که من ناراضیم از تو، درسته؟ خب این اصلا
آره جا. یعنی امید داشتم دیگه ندارم. بابا به پاستار رادان، به پاستار سبزعلی رضایی، به اینا مگه میشه امید داشت که بعد آدم امیدشو ببره؟ من اینجوری میبینم. من فکر میکنم بله. برای اینکه اینا رو رژیم، بالاخره رژیم هم سایبری رژیم که میلیونی نیستش که، همین 100,000 نفر هن. 4 بار هر کدوم میزنه میشه 400,000 نفر. ممکنه بعضی از هموطنان، مردم، همین مردم که صحبتشون کردیم، همین قشر خاکستری توی فضای مجازی همچین هاشتگی رو بزنن و چون ناامید شدن از دست این داستان بیان بگن و وکالتمون پس میگیرم. ولی اگر بخوان درست بگن، نباید بگن من وکالتمو پس میگیرم، باید بگن مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر. اگه اینو بنویسن یعنی وکالتشون رو پس گرفتن. خیلی گویاتره این. دوستی سوال پرسیدن که این تجمعات خارج کشور و کنفرانس‌ها تا کی و چقدر میتونه تأثیرگذار باشه؟ اگر که این تجمعات ها، تجمعات، معذرت میخوام، قلمه چیز کردم، اشتباه گفتم، اگر این تجمعات، گرده همایی ها و امضاها و حمایت ها و اینا صرفا فقط خودشون بود و یه مابعضایی در داخل نداشت، یعنی کانون شورشی نداشت، زندانی سیاسی نداشت، شهید نداشت، نه فایده ای داشت، نه اصلا حلال بود، یعنی حلال به معنایی که مشروع بود، اصلا نه قابل، یعنی به درد نمیخورد، خلاف بود. اینها وقتی وجود دارن و معنی دارن و کارایی دارن که صدای مردم و مقاومت در داخل ایران باشن، چتر حمایتی و سپر حمایتی باشن برای سازمانی که اون مقاومت رو داره به پیش میبره و مردمی که دارن در کف اون خیابانها و در زندانها دارن بهای این مقاومت رو میپردازن. چون اون هست این مفیده و باید باشه، و مادامی که این رژیم سرنگون نکرده این دوتا وجه مکمل هم دیگه هستن. ما نمیتونیم فقط به فکر این باشیم که رژیم رو در داخل سرنگون کنیم. رژیم یک بستر خارج کشوری هم داره، چیزی به اسم اراده خارجی هم در سرنوشت ما مردم ایران تأثیر داره. 3 عنصر در سرنوشت هر کشوری تأثیر داره. یکی مردم، عنصر مردم. یکی عنصر پیشتاز، یعنی مقاومت یا عنصری که در جلوی مردم داره پیش میبره مبارزه رو. و یکی عنصر اراده خارجی. وقتی اراده خارجی در تعادل و با قوی تر باشه، حاصلش میشه مصدق. یعنی مردم بودن، عنصر پیشتازم بود، مصدق و چند تا چند ده نفر آدم دورش، تشکیلات نداشت، و عنصر خارجی یعنی انگلیس و آمریکا. خب زور اونا چربید و عنصر پیشتاز رو زدن زمین و بر مردم سوار شدن. این یک واقعه تاریخیه. امروز هم همینطوره. عنصر پیشتاز سازماندهی شده هست، مردم هم هست، ولی اراده خارجی هم هست. بایدن و این و این و اون پشت اون میزها نشستن تصمیم میگیرن بر سرنوشت ما. اوباما با اوناست، نه با ما. و برای همه کشورها همینطوره. برای سوریه هم همینجوری بود. اوباما با اونا بود که مرز سرخ رو رد کردن و هیچی نگفت و برای همین بشکه‌های شیمیایی رو قاسم سلیمانی از آسمون ریخت و 400 تا بچه رو توی ادلب کشت توی یک شب. چون اوباما با اونا بود، نه با ما. این اوباما که با اوناست واقعیه. چون اوبامایی هست که با اونا هست و چون بایدنی هست که با اونا هست، ما بایستی نمایندگان مردم، کنگرسمنها، سناتورها رو بریم به عنوان ما به ازای اون وارد صحنه سیاست بکنیم، جلوی اون اون مماشات ها رو بگیریم. مماشات کلمه‌ای که من دوست ندارم، قابل فهم نیست. مماشات یعنی این که دست اونی که تو دست ملاست، یعنی همکار ملا، یعنی ملاهای کت و شلوار پوش آمریکایی، فرانسوی، ملاهای مینی ژوپ پوش آمریکایی، فرانسوی، آلمانی، سوئدی، همینا که الان می‌بینی. اینا به اینا میگن، من میگم، اینا میگن ملاها. ملاهای عنصر اجنبی. عنصر اجنبی رو باید خونسا کرد، استعمار رو باید خونسا کرد. مبنای خونسا کردن استعمار در داخل با کانون شورشی، با مبارزه، با آتش در برابر آتش،
زبان و بیان اون در خارج کشور برای خونسا کردن اجنبی و استعمار کارایی که دیپلماسی انقلابی مقاومت شورای ملی مقاومت میکنه، مکمل هم دیگه. در واقع باید دو مفهوم رو با هم دیگه مخدوش نکرد، حمایت و دخالت. سازمان و مقاومت ایران دنبال حمایت گرفتن هستش که همونطور که گفتید یک عنصر مهم و لازم هست برای پیشبرد کار، اما هرگز یک سازمان انقلابی خواهان دخالت نیروهای خارجی نیست، چون اونگاه دیگه نمیشه تضمینی بر منافع مردم داشت. بله، دخالت یعنی که اوباما بیاد هواپیما پول بده به آخوندا که دلارشون سقوط نکنه، یا بایدن بیاد یه دفعه 6 میلیون یا 16 میلیون 19 میلیون به قولی پول بده که دلارشون سقوط نکنه، به میگن دخالت. یا اون که شازده پاسدار دنبالشه میگه باید فلان کنه. حمایت یعنی که یک سناتوری، یک نماینده‌ای، یک رئیس جمهور پیشینی، یک نخست وزیر پیشینی بیاد شما یه میکروفون بدید دستش بگه که این آقاه راست میگه، این رژیم جنایتکاره، مردم رو میکشه، این رژیم باید بره، مردم ایران حق دارن آزاد باشن، مردم ایران حق دارن در دموکراسی زندگی کنن، بایدن نباید به اینا پول بده، اوباما نباید به اینا پول بده. اینو بهش میگن حمایت، یعنی میکروفون شما در دست نماینده مردم جهان حرف شما رو میگه، به این میگن حمایت. که جلوی مماشات هم گرفته بشه. که جلوی مماشات گرفته بشه، بله. حالا از اونجایی که مدیر برنامه تذکر دادن که دقایقی بیش به پایان برنامه و این لایف باقی نمونده، یک سوالی دوستی نوشته بود، من اگر بدونم کجا نوشته بودم، بله، نوشته بودن که پرسیده بودن در واقع آیا فقط فعالیت سیاسی منجر به تغییر و انقلاب میشه یا ما باید کار فرهنگی هم همزمان انجام بدیم؟ ببینید، کار فرهنگی اسمش روشه، کار فرهنگی یعنی که فرهنگ سازی، فرهنگ سازی ابزار و بستر خودش رو میخواد. شما اولا که فرهنگ سازی اولین ویژگی و مشخصش اینه که در زمان، یعنی یک کار طولانی مدت و دراز مدته، در زمان فرهنگ ساخته میشه. فرهنگ سازی یعنی تغییر جامعه. تو نقطه ای که یک جامعه ای بایستی در مقابل یک دیکتاتوری بیسته، اصلی ترین فرهنگ سازی اینه که در مقابل دیکتاتوری مقاومت کنه، کوتاه نیاد، نشینه، کاری که در ایران داره میشه. در ایران بزرگترین فرهنگ سازی که در طول 1400 سال پیش تا به حال همچی اتفاقی در ایران نیفتاده در این 42 سال شده. ملتی در برابر یک ارتجاع کهنه قدیمی، یک عقرب جرار ایستادن، کوتاه هم نمیان، عقب هم نمیشینن، صدها قیام کردن در 42 سال گذشته. فرهنگسازی یعنی این، یعنی این که آخوندی که تو پستوی خونه مردم بود، توی سفره مردم میشست، امروز تو خیابون نمیتونه بیاد بیرون، به این میگن فرهنگ سازی. یعنی در دوران قیام، در دوران مقاومت، در دوران انقلاب، فرهنگ سازی در عنصر قیام و مقاومت در برابر دیکتاتور خود به خود در جامعه ساخته میشه. جامعه بالاترین جهش ها رو به لحاظ فرهنگی در دوران قیام حاصل میکنه در خودش از طریق مقاومت در مقابل دیکتاتوری. یعنی من میخوام اینو بگم که جامعه ما در آنقدر که در 42 سال گذشته نو شده، جهش کرده، رو به جلو رفته، ابعاد جامعه رو شما 80 میلیون رو در نظر نگیرید، نیروهای پیشتاز، درصدی از جامعه که همیشه تعیین کننده هست تو همه کشورها، یه درصدی از جامعه هستن که رشد و تکامل اون جامعه رو تضمین میکنن. این درصد از 42 سال تا به الان بسیار بیشتر از 42 سال قبله و بسیار ده ها و صد ها و هزاران برابر بیشتر از 42 سال اوله. از اول قیام مشروطه تا امروز که میشه 120 سال، اگه 3 تا 40 سال بگیریم، آنچه که در 40 سال سوم اتفاق افتاده هزاران بار بیشتر از آنچه که در 40 سال اول اتفاق افتاد. به این میگن فرهنگ سازی در دوران انقلاب. بعد در دوران آسایش هم فرهنگ سازی دیگه یک مقوله دیگه، اول از اینکه مردم رفاه داشته باشن، آرامش و امنیت داشته باشن، بعد وقت دیگه بیای تو تلویزیون بگی چطوری مسواک بزنید، چطوری راه بدید، آشغال نریزید بیرون، اینا دیگه فرهنگسازی یه جامعه
آرام و دموکراتیک هستش. کی؟ با کی مثلا؟ هر کسی که به سرنگونی از طریق آتش در برابر آتش موافق هست، بنده هر جا چه هست من به عنوان یک ایرانی میرم باهاش صحبت میکنم به عنوان فرد یه ایرانی و ازش خواهش میکنم که تو همین برنامه لایو ما بیاد بشینه اینجا حرف بزنه با من دیگه، از این که بیشتر نمیشه. اگه به فرد صحبت میکنم، هر جریانی هم من، یکی از کارام این بوده که برم پیش همه هموطنانم، پیش جریان ها، ازشون خواهش کنم که اگر که به آتش در برابر آتش و سرنگونی این رژیم معتقد هستید، در تظاهرات ها بیایید با ما کنار ما. منم رفتم تو تظاهرات هاشون، نیروهای دیگه، نیروهای مارکسیست کمونیست یا هموطنان کرد، به دفعات و به کرار رفتم تو برنامه هاشون. هیچ آرم و چیز عکسی هم از سازمان مجاهدین نبردم، فقط پرچم شیر و خورشید که پرچم ملی ما ایرانیان هست رو دستم بوده. این از من. سازمانی هم که من هوادارش هستم، میدونم که این کارو کرده و اصلا به خاطر اینکه اون سازمان من هوادارش بودم من این کارا رو کردم، چون به من گفته که باید بری تو تظاهرات نیروهای دیگه شرکت کنی، بهشون بگو اونا بیان تو تظاهرات نیروهای ما شرکت کنن، حتی غیر ایرانی ها. همه کسایی که مقولهشون دموکراسی هست، چرا اتحاد نکنیم؟ ما اصلا ما داریم قیمت میدیم، خیلی بهتره که یکی دیگه هم بیاد اونم یه خود قیمت بده، بار رودوش ما کمتر بشه، که چرا نکنیم این کارو؟ من به صفت فرد نگفتم ما قیمت میدیم، تمامی این مقاومت داره قیمت میده. شما اگه صحبت پایانی دارید بفرمایید، اگر نه من پوزش میخوام از اینکه برنامه با مشکل روبرو شد اول کار، و تشکر میکنم از توجه همه، و خواهشم اینه که این برنامه رو بازپخش بکنید. من در یوتیوب خودم، در اینستاگرام، در فیسبوک، در تلگرام و در ایکس، صفحه ایکس، من این برنامه رو به صورت یا تیکایش رو میذارم یا لینکش رو میذارم، و اگر که این برنامه رو ما خودمون بازسازی نکنیم، اینستاگرام و اینا نمیذارن صفحات ما زیاد بشه. یه زمانی ویدئوهای من به طور معمول بین 300 هزار تا بیش از 300 هزار تا دیده میشد ظرف چند روز. بعضی از ویدئوها به 1,200,000 بیننده رسید توی اینستاگرام. از یه موقع اینستاگرام جلوشو بست. تنها راه این که از این صد و مانع بگذریم اینه که این ویدیوها شیر بشن، بازپخش بشن. ویدیوهایی که من به طور مشخص تو صفحه خودم میذارم اگر شیر و بازپخش بشن، کامنت بخورن، ما میتونیم این صدی رو که اینستاگرام یا فیسبوک یا دیگران درست کردن رو ازش عبور کنیم. من تنها خواستم اینه. بله. خدا نگهدار. تشکر.